سیاستمدار آلمانی، ضرورت تغییر سیاست آلمان در صورت نقض برجام. شلاق زدن به یک جوان در شهرستان ایران شهر در ملأ عام. سازمان ملل، شمار آوارگان جهان 71 میلیون نفر. یورگن هارت، سخنگوی خارجی فراکسیون احزاب مسیحی در پارلمان آلمان اعلام کرد در صورت نقض برجام توسط رژیم ایران، آلمان موظف به تغییر سیاست خود در قبال این رژیم است. وی در مورد حمله رژیم ایران به دو نفتکش در دریای عمان گفت: پیشنهاد می‌کنم شورای امنیت سازمان ملل دست به بررسی دقیقی در این زمینه بزند. به نظر من شیوه‌های جدید تحقیقاتی می‌توانند روشن کنند که اصولاً از چه ماده منفجره‌ای در این حملات استفاده شده است. دستگاه قضایی رژیم در یک اقدام ضد انسانی یک جوان را به بهانه سرقت در شهرستان ایران شهر در ملأ عام شلاق زد. این جوان در فلکه ایران پیما که محل پرتردد شهر است، توسط ماموری با صورت پوشیده شلاق زده شد. این اقدام ضد انسانی مورد تنفر و انزجار مردم قرار گرفت. مدیر مالی وزارت نفت کابینه آخوند روحانی که 25 میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج کرده بود و قصد داشت از کشور فرار کند، در حین خروج از کشور توسط دستگاه قضاییه متعلق به باند دیگر رژیم دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، وی این مبلغ را به حساب یک صراف واریز کرده بود و قصد انتقال این پول به خارج را داشت که هر دو بازداشت شدند. برایان هوک در جلسه استماع کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: برنامه اتمی موشکی، حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریسم و دستگیری شهروندان آمریکایی چهار هدفی است که ما در سیاست خارجی و در مورد رژیم ایران برنامه خود را بنا کرده ایم. کمپین فشار حداکثری ما دارد جواب می دهد، ولی رژیم ایران دیپلماسی را با دیپلماسی جواب نداده و با ترور، خشونت و زیاده خواهی پاسخ داده است. قایق‌های رژیم ایران پیش از انفجار به هر دو کشتی در دریای عمان نزدیک شده و مین‌های مغناطیسی را نصب کردند. ماموران سپاه پاسداران در این عملیات حضور داشتند. برایان هوک، هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا، درباره سفر خود به منطقه خلیج فارس و اروپا گفت: موارد زیادی در مورد رژیم ایران وجود دارد که در مورد آن گفتگو خواهم کرد. وی افزود: ما در مورد تجاوزهای اخیر رژیم ایران در منطقه و حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان صحبت خواهیم کرد. آمریکا در مورد ادامه تهدیدهای جاری در منطقه اطلاعاتی در اختیار دارد که در این دیدارها ارائه خواهد کرد. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه در تازه‌ترین گزارش خود از جابجایی اجباری و آواره شدن 70 میلیون و 800 هزار نفر تا سال 2018 در پی وقوع جنگ، آزار و اذیت و همچنین مناقشات خبر داد. بنا به این گزارش، این رقم بالاترین میزان طی 70 سال گذشته است. شمار آوارگان 20 سال پیش نصف این رقم بوده است. بیشترین آوارگان جهان از کشورهای سوریه، افغانستان، سودان، میانمار و سومالی هستند. تعداد ایرانیانی که به تازگی از ایران تحت حاکمیت آخوندها فرار کرده و از دیگر کشورها درخواست پناهندگی کرده‌اند به 35800 نفر رسیده است.